درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در دوشنبه 20 شهریور 10 سپتامبر. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص ایراد نمایندگان مجلس به ترجمه سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر در مراسم افتتاحیه اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران به نقل از زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد که مسئولان سیما به دلیل ترجمه اشتباه سخنان مرسی توبیخ شدند. محمد مرسی امسال 2 بار به آمریکا می رود. سخنگوی ریاست جمهوری مصر از سفر محمد مرسی رئیس جمهور مصر به واشنگتن به دعوت دولت آمریکا در دی ماه خبر داد. وزارت خارجه مصر اعلام کرد که نشست 4 جانبه مشترک برای بررسی موضوع سوریه امروز در قاهره برگزار خواهد شد. سأذهب إلى دمشق بعد بضعة أيام وسألتقي بالمسؤولين وأيضاً بناس من المجتمع المدني ومن المثقفين وغيرهم في العاصمة وإن شاء الله غير العاصمة في سوريا. الأخضر إبراهيمي لديه أفكار حول دراسة الموقف، الاتصال بالأطراف، إيجاد منحة جديد يؤدي إلى تحقيق الأهداف. صحبت های اخضر ابراهیمی و نبیل العربی رو در قاهره میشنیدید. وزارت خارجه مصر اعلام کرده قاهره امروز میزبان نشست 4 جانبه مشترک مصر، ترکیه، عربستان سعودی و ایران برای بررسی موضوع سوریه است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه ایران قرار است به نمایندگی از تهران در این گفتگوها شرکت کند. دستور کار این نشست احتمالاً طوری که عنوان شده از سوی تهران بر اساس طرح مشترک مصر و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه خواهد بود که رایزنی‌های اولیه اون در نشست 16 عدم تعهد در تهران انجام گرفت. هرچند مقامات سوریه اعلام کردند جزئیات این طرح به طور رسمی به اونها ارائه نشده است. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه هم مأموریتش رو همونطور که دیدید برای حل بحران سوریه امروز از قاهره با دیدار نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب درباره چالش امنیتی سوریه آغاز کرد. پیشتر رسانه‌ها در ایران اعلام کردند آقای ابراهیمی پس از قاهره به تهران خواهد رفت، اما این خبر امروز تکذیب شد. یاسر علی سخنگوی ریاست جمهوری مصر میگوید دولت آمریکا از محمد مرسی ریاست جمهوری مصر دعوت کرده است تا در ماه ژانویه دی ماه به واشنگتن سفر کند. سخنگوی مرسی افسود سفر مرسی به آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه نوامبر یا آبان ماه برگزار می شود. یاسر علی خاطر نشان کرد سفر مرسی به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 23 سپتامبر 2 مهر به مقصد نیویورک خواهد بود و شامل واشنگتن نمی شود. جامعه جهانی طی چند روز گذشته فشارهای فزاینده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است. همزمان با طرح تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار شفافیت بیشتر ایران شده است. جنبش عدم تعهد در نشست در تهران خواستار شده بود که آژانس شفافیت و استقلال عمل بیشتری رو نسبت به غرب نشون بده و اون چیزی بود که ایران تلاش کرده بود که از بیانیه پایانی اجلاس عدم تعهد به دست بیاره. سیاست روز در سرمقاله شماره امروز خود زیر عنوان سکانس‌های جدید از یک سناریوی قدیمی نوشته است حرکت همزمان آمریکا، اروپا، کشورهای عربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران این سوال را مطرح می‌سازد که دلیل چنین رویکردی چیست و غرب چه هدفی را دنبال می‌کنند. سرمقاله نویس سپس ادعا می‌کند برخی تحلیلگران بر این امر تاکید دارند که این رویکردها برگرفته از پس لرزه‌های نشست سران عدم تعهد در تهران و شکست غرب در ممانعت از برگزاری موفق این اجلاس است. برخی نیز آن را برگرفته از تحرکات غرب برای جلوگیری از حرکت همه‌جانبه
آینده ایران در مسیر توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی میداند. بعد نیز اشاره کنیم که امروز دلار حدود 2600 تومان بوده. برخی نیز بر این عقیده‌اند، به گفته سرمقاله نویس سیاست روز، که همزمانی این تحرکات با نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل برای خونسازی پیش دستانه حضور فعال ایران در این نشست است، به ویژه اینکه مصوبات نشست عدم تعهد در تهران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پیگیری می شود. از شما پرسیدیم علت افزایش شدید فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران پس از اجلاس غیر متعهدها چیست؟ همونطور که می‌بینید در فیسبوک افق، گزینه‌ای که کاربران انتخاب کردن تضعیف جایگاه حکومت در پی موضع‌گیری محمد مرسی در تهران هست. گزینه‌های دیگه جلوگیری از مانور تبلیغاتی حکومت به عنوان رئیس غیر متعهدها، نزدیک شدن برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مؤثر بودن فشارهای اخیر بین المللی، شکست مذاکرات جامعه جهانی با ایران و ابهام بیشتر در آینده سیاسی سوریه است. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیندازیم در هفت پرده به محمد مرسی و ایران. در مصر به گروه‌های اسلامی رأی دادند. این معناش این است که همه تلاش اسلام حراسی که از لج جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی و هالیوود و غیره در این سال‌ها انجام دادند، همه نقش بر آب شده است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای شرکت در اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد وارد تهران شد. استقبال رسانه‌های جمهوری اسلامی از سفر مرسی به ایران. محمد مرسی به عنوان دومین سخنران پس از آیت الله خامنه‌ای در اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد دولت بشار اسد را سرکوبگر خواند. سخنان مرسی در ترجمه همزمان فارسی تحریف شد. مترجم صدا و سیما بحرین را جای سوریه قرار داد و دولت سوریه را مردمی خواند. نماینده سوریه جلسه را ترک کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر چند ساعت پس از حضورش در تهران بدون دیدار با آیت الله خامنه ای ایران را ترک کرد. خبرگزاری مهر به نقل از حامد حسن سفیر سوریه در تهران: مرسی با سخنرانی در اجلاس تهران خود را خارج از هر طرحی که بتواند در راستای حل مسائل سوریه باشد قرار داد. او حقایق را وارونه جلوه داد. در واقع به عنوان رئیس یک حزب صحبت کرد، نه یک رئیس جمهور. محمد مرسی: ترکیه، عربستان، مصر و ایران در مورد سوریه گفتگو خواهند کرد. زمان برای اصلاح و مذاکره گذشته است. در سوریه باید تغییری اساسی انجام شود. خبرگزاری رویترز: مرسی تا کنون برای بازگرداندن مصر به کانون دیپلماسی منطقه بدون ناراحت کردن آمریکا و کشورهای خلیج فارس مهارت نشان داده است. او متحد ایران را در تهران مورد انتقاد قرار داد. رسانه‌های ایران سعی کردند این واقعه را پنهان کنند. مهمانان امشب افق، خانم مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار، خبرنگار پارلمانی مجلس ششم و هفتم، آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگر مسائل مصر و جهان عرب از استودیوی صدای آمریکا در لندن، و آقای بابک داد روزنامه‌نگار، خبرنگار پارلمانی مجلس چهارم و پنجم از پاریس. درود به همه شما. به افق خوش آمدید. آقای طاهری، شما تقریبا همین 24 ساعت گذشته از مصر بازگشتید، اگه اشتباه نکنم سخنرانی اونجا داشتید. بفرمایید
بفرمایید که شرایط رو چطور می‌بینید بعد از این تحولات و قاهره امروز قرار میزبان نشستی باشه بر سر سوریه با شرکت عربستان، ترکیه، ایران و مصر. بله، تا موقعی که میومدم به این استودیو هنوز معلوم نبود که این گرد همایی صورت گرفته یا نه. امیدوارم که صورت بگیره، چون در هر حال لازم است که مردم سوریه هر چه زودتر راه نجاتی پیدا بکنند و مصر در این زمینه میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. آقای طاهری، بفرمایید از فضایی که شما شاهد بودید در همین چند روز گذشته و اون چه که برشک سخنرانی که داشتید، چه واکنش هایی داشت، مخاطبتون چه افرادی هستن، چه میگذره در قاهره و مصر در این روزها؟ فضای امروز قاهره بهتر از 3-4 ماه پیشه که در سفر پیشین دیده بودم، برای اینکه امیدهایی به وجود اومده برای راه افتادن اقتصاد مصر با کمک 1 میلیارد دلاری ایالات متحده، با تعهد 2 میلیارد دلار از قطر و با پذیرفتن عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در مصر. بنابراین یک خوشبینی به وجود اومده که مشکلات مصر از نظر اقتصادی لااقل در کوتاه مدت حل خواهد شد. از طرف دیگه آقای مرسی با سفرش به تهران، با سخنرانی که در جریان کنفرانس سران کشورهای غیر متحد انجام داد، موفق شد که پایگاه خودش رو تحکیم بکنه، چون برای اولین بار بود در ایران که اسامی 3 خلیفه اول اسلام، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، با درود و سلام در قلب ایران، در پایتخت ایران، در تهران مطرح می شد و این باعث خوشنودی بسیار اخوان المسلمین، برادران مسلمان در مصر شده. همچنین حمایت شدید آقای مرسی از قیام مردم سوریه علیه بشار الاسد، اون هم مورد استقبال قرار گرفته، چون اکثریت مردم مصر خواستار تغییر رژیم در سوریه هستند. آقای طاهری، اهمیت این نشستی که امروز صحبت کردید، امیدوارم هستید که برگزار بشه، در واقع میزبانی قاهره برای نشست سوریه، با توجه به اینکه ترکیه تقریبا بخش عمده از این مسئولیت رو در این ماه‌های گذشته بر عهده داشت، به نظر شما چه اثری فکر می‌کنید که این مرکز استقلال احتمالاً به سمت مصر به مرور تغییر خواهد کرد؟ بله، به احتمال قوی، برای اینکه مصر یک کشور عربی است، در هر حال سوریه هم یک کشور عربیه، ترکیه جانشین امپراتوری عثمانیه، بنابراین موقعیت فرهنگی و روانی خوبی در کشورهای عرب نداره، به خصوص در سوریه که یکی از ایالات امپراتوری عثمانی به شمار می اومد. همچنین می دونیم بین سوریه و ترکیه ادعاهای ارضی وجود داره در مورد منطقه الاسکندرون و تقسیم آب‌های فرات و غیره. بنابراین مصر که در واقع هیچ یک از این اختلافات رو با سوریه نداره و در این حال یک کشور عرب و اکثریت سنی هست، در موقعیت بهتری است که بتونه نقش رهبری رو برای حل مسئله سوریه به عهده بگیره. ایران هم که می‌دونید البته یک کشور اکثریت شیعه و غیر عرب هست، در سوریه در بین مردم زمینه‌ای نداره. عربستان هم به نوبه خودش زمینه‌ای نداره، برای یک کشور اساساً وهابی است که مردم سوریه که اکثریت سنی هستند با این دکترین وهابیسم میونه خوبی ندارند. آقای طاهری، در مصر واکنش سیاسیون و روزنامه‌نگاران مردم نسبت به تحریف سخنان آقای مرسی در تهران چه بود؟ دو تا واکنش بود. یکی این بود که خب از این ایرانی‌ها چه انتظاری دارین؟ اینا 30 ساله که دارن مسائل ساختگی رو مطرح میکنن، دروغ میگن و غیره، و به طور کلی یک محیط تبلیغاتی شدید ضد شیعه به وجود اومده. شیعه ها تقیه میکنن، یعنی حقیقت رو نمیگن و غیره، و الان نمونه شو دیدیم که آقای مرسی یه چیزی گفت، درست در ایران عکسش رو اعلان کردن، ولی یک عکس العمل دیگه هم هست و اون اینکه بهتر بود که آقای مرسی، چون اولین سفر یک رهبر مصر بود به ایران بعد از آقای انور سادات، مرحوم انور سادات، بهتر بود که مرسی لحن
معتدلتری رو در پیش بگیره، به خصوص از نظر دکترینی اسامی خلفایی رو که در ایران مورد تنفر هستند و میدونین جشن عمر سوزان مثلا برگزار میشه در ایران، اینا رو مطرح نکنه، به خصوص درست بعد از سخنرانی آقای خامنه ای که با سلام به اهل بیت و در این حال حذف اون خلفای مورد بحث کنفرانس رو افتتاح کرده بود. یعنی این دو نظر هست، ولی به طور کلی راست یا دروغ هر جوری که این سخنان آقای مرسی تحریف شده باشه، برای تصویر جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار مهمی به شمار میاد. بسیار خوب. آیه داد، شما مقاله نوشتید، عنوانش هست این بزرگترین ناکامی دیپلماسی جمهوری اسلامی است. بفهمید که چرا چنین برداشتی دارید. به هر شکل این خبر امروز هم داریم که قرار معاون وزیر خارجه ایران به قاهره بیاد برای نشست چهار جانبه بر سر سوریه. سلام بر شما. در حال حاضر ایران موضعش نسبت به قبل از اجلاس متفاوت شده، الان خیلی منفعل تر از قبل از اجلاس هست. اجلاس رو که میخواستن برگزار بکنن، در اون مقاله من اشاره کردم که برخلاف تبلیغاتی که میکردن که مهمانهای مختلف و زیادی رو داریم دعوت میکنیم و آمار و ارقام غیر واقعی رو بارها و بارها تبلیغ میکردن، اما در عمل حکومت به دنبال این بود که در خلوت و در نبود سران مؤثر کشورهای عدم تعهد قطعنامه مورد نظر خودش رو تدوین کنه و در این اجلاس از رانت میزبانی استفاده بکنه و این قطعنامه رو به تصویب برسونه و بعداً گفتمانش رو با دنیا بر مبنای این قطعنامه از جایگاه رئیس جنبش عدم تعهد در واقع گفتمانش رو قوی تر بکنه. بسیار دوست داشتن که در انزوا برگزار بشه، اما تبلیغ میکردند که به هر حال کسان سرشناسی خواهند آمد. به نظر من آقای محمد مرسی و آقای بانکیمون این بازی رو به هم زدند، به خصوص آقای محمد مرسی به دلیل اینکه چهره ایست اسلامی و انقلابی و به خصوص مورد تأکید رهبر ایران و نظام ایران بود که از آقای محمد مرسی چهره ای بسازند همسو با سیاست‌های به قول خودشون ضد استکباری. اما آقای محمد مرسی با ورودش به تهران و با تک تک کارهایی که کرد و نکرد، مثل ملاقات نکردن با رهبری، مثل دیدار کوتاه و 4 ساعتش از تهران، سخنرانی که داشت، اسامی که از خلفای اهل سنت برد و در واقع تندی که در صحبت‌هاش به پشتیبانان سوریه و بشار اسد نشان داد، بازی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی رو به هم زد. اولا تمام توجه رو به سمت خودش معطوف کرد، در واقع میشه گفت که تریبون اجلاس عدم تعهد رو هایجک کرد، رو بود و این کار رو هوشمندانه انجام داد. تمام به اصطلاح بار تبلیغاتی و خبری اجلاس بعد از سخنرانی آقای خامنه ای از اونجا منتقل شد بلافاصله به سخنان و مواضع تند و مؤثر آقای محمد مرسی. به همین دلیل حضور آقای محمد مرسی در این اجلاس به نظر من یک مقطع تاریخی است برای تغییر نقش ایران در جهان اسلام، ایران بعد از انقلاب، و در واقع تغییر اون، تحویل اون به مصر جدید. مصر جدید در واقع الان نقش برادر بزرگ رو در بین کشورهای اسلامی و عربی به عهده گرفته، نشون داده که انقلاب کردن الزاماً چیز نافرجام و بدی نیست و میتواند به این منتهی بشه که کشوری بر مبنای رأی مردمش با دیدگاه‌های نوگرای اسلامی در واقع دموکراسی نوین رو هم پیش ببره. و من فکر میکنم که آقای محمد مرسی بسیار درست نقش خودش رو در سیاست، در عرصه سیاست جهانی و دیپلماسی پیدا کرده و اون رو اجرا کرده. آقای داد، نکته که این روزها مطرح هست، به ویژه امروز هم در یک دو تا روزنامه دیدیم قضیه منعکس شده، بحث افزایش فشارها بر ایران هست.
دیدید که در چندین سرمقاله هم آمده که به دلایل متفاوت، حالا یکیش رو تعبیر کردن شاید موفقیت اجلاس، یعنی تلاش زیادی بود که این اجلاس در نهایت انزوا برگزار بشه، به شکست بیانجامه. به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی ایران تعبیر میکنه این اجلاس موفقیت‌آمیز بوده و جامعه جهانی غرب الان دارن فشار زیادی در همین روزهای اخیر میارن که نمونه هاش رو شاهد هستیم. بحث تحریم سوی اتحادیه اروپا، حتی خانم کاترین اشتون مسئله رو مطرح کرده، مسئله قطع روابط کانادا مطرح هست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقادهایی رو همین امروز مدیر کلش عنوان کرده. شما برداشتتون چی است؟ افزایش فشار می‌بینید چیزی برخلاف اون مسیری که قبل از اجلاس اتفاق می‌افتاد، و اگر اتفاق می‌افته علتش چیست به نظر شما؟ ببینید، اخیراً یکی از مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این به بعد آمریکا باید با ایران به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و در واقع نماینده 120 کشور جهان صحبت بکنه. این موضع فرضی و مجازی است که مسئولین جمهوری اسلامی برای خودشون به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس عدم تعهد، جنبش عدم تعهد در نظر گرفتن، در صورتی که لزوماً چنین نیست که هر رئیس دوره‌ای تمام نمایندگی تمام اعضا رو به عهده داشته باشه. این گفتمان شکست خورده است. اجلاس در واقع می شود نشانه های شکستش رو در سخنان خود مسئولین جمهوری اسلامی پیدا کرد. وقتی که معاون وزیر خارجه همین جمعه در همدان خطبه های پیش از نماز جمعه صحبت میکنه، آقای قشقاوی، و از این صحبت میکنه که اجلاس سران رو برگزار کردیم و 6 برابر هزینه ای که کردیم سود گیرمون اومد به لحاظ مالی، شبیه این که یک المپیک یا یک جام جهانی برگزار کردند و اینقدر سطح اجلاس رو میخوان در بین مردم تبدیل کنن به تومن و ریال و پیروزیشون رو به این شکل قابل انتقال کنن، قابل فهم بکنن برای مردم، نشون میده که اجلاس موفق نبوده. این یه نشونه خیلی کوچیکیه. وقتی مهمانی گرفتید و تو اون مهمانی قصد داشتید که مشروعیت خودتون رو اثبات بکنید، ناگهان اون مهمانی تبدیل شده به چیزی برخلاف اون هدفی که داشتید، شروع میکنید اولا به فرافکنی و دوما اشتباهات فاحشی رو که در خلال مهمانی داشتید، مثل خیانت در گفتار مهمانان، سخنان آقای مرسی رو اشاره میکنم، این رو سعی میکنید که با اعداد و ارقام و ریال و تومن به مردم بفهمونید، در صورتی که واقعیتش این است که فشارهایی که بعد از اجلاس بر ایران داره آورده میشه، فشارهای کشورهای مختلف و من جمله کانادا، دقیقاً به خاطر این هست که در اجلاس شکست دیپلماتیک ایران رو باور کردند و فهمیدند، و وقتی این رو فهمیدند الان دارن بر مبنای قدرت ضعیف شده ایران بعد از اجلاس با ایران بعد از اجلاس برخورد میکنند و اون رو محدودتر میکنند، و من فکر میکنم اینها نشانه های فراوانی است که باید به ظاهرا از آقای مرسی بعد بهشون همونطور که خودتون گفتیم بگیم مرسی آقای مرسی برای این دلار 2600 تومانی، سپاسگزارم. دقیقاً من یه اشاره بکنم آقای دهقانپور، ببخشید، اولا واقعا مرسی از آقای مرسی و آقای بانکیمون که به هر حال این وظیفه در واقع خودشون رو درست انجام دادن. دوم اینکه تمام کاری رو که آقای مرسی کرد میشود در این بیت شعر خلاصه کرد، خطاب به آقای خامنه ای که دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین، چه دلازارترین شد، چه دلازارترین. و امیدواریم که اینا عبرت بگیرن که نمیگیرن. خب، بخشی از گفتگوی تلفنی مسیح علی نژاد با حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی مؤتلفه رو بشنویم در مورد همون اتفاقاتی که در تهران در تحریف صحبت‌های آقای محمد مرسی رخ داد. عرض کردم که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سخنان آقای مرسی رئیس جمهور مصر رو کاملا برعکس ترجمه کرده، در حالی که ایشون گفتن رژیم بشار اسد سرکوبگر و ظالم هست و مشروعیتش رو از دست داده. نه، خیلی دروغه. همچی چی دروغه؟ یعنی همچی دروغه نگفته آقای مرسی؟ نه. آقای مرسی نگفتنی همچی حرفی رو؟ نه خیلی، به هیچ وجه. اتفاقا خیلی هم موضعش با ایران خیلی نزدیک بود.
چطور ممکنه؟ ایشون گفتن آقای بشار اسد مشروعیت نداره برای نظام سیاسیش. نه خیر، همچی چیز اصلا تو صحبت ایشون نبود. دقیقا تمام صحبتش همه رو گوش دادم. این دقیقا عین ترجمهشون بود که گفت دنیا یک وظیفه اخلاقی دارد و آن هم حمایت از مردم سوریه علیه رژیم سرکوبگری است که مشروعیت خود را از دست داده است. کاملا دروغه. شما چی شنیدین؟ ایشون دقیقا حمایت کرد، فقط تنها جمله‌ای که گفت که ما باید صدای ملت ها رو بشنویم، همین. ایشون از بشار اسد حمایت کرد آقای ترقی؟ بله، اظهار نگرانی کرد، از دخالت کشورها محکوم کرد، دخالت کشورهای مختلف رو در اونجا، و گفت مشکل اصلی دخالت کشورهای بیگانه در مسائل داخلی سوریه است. مردم رو سوریه خودشون باید تکلیف خودشون رو روشن بکنن، نباید از بیرون کسی دخالت بکنه. و اصلا نگفت که حکومت سوریه مشروعیت خودش رو از دست داده؟ نه خیر، به هیچ وجه همچین جمله ای و اصلا خواستار و اصلا خواستار وحدت و یک پارچگی مخالفان علیه در واقع حکومت سوریه هم نشده. کلمه در این رابطه چیزی نشده. بله، من عیناً صحبت‌های خود شما رو بدون هیچ سانسوری پخش می‌کنم. الان خبری که از رسانه‌های داخل ایران منتشر میشه کاملاً متفاوت هست. یعنی نه نقد آقای بانکیمون به نقض حقوق بشر در ایران اصلا در خبررسانی هست و نه سخنان آقای مرسی در مورد اینکه رژیم بشار اسد مشروعیتش رو از دست داده در ترجمه ها وجود داره. طبیعی است که ما نباید انتظار داشته باشیم خبرگزاری هایی که وابسته به آمریکا هستن یا وابسته به صهیونیست هستن اینها خبر رو درست منتقل بکنن. به هیچ وجه فضا چنین فضایی نیست که نقد جمهوری اسلامی باشه یا نقد سوریه باشه یا الجزیره و رسانه‌های عربی عین سخنان آقای مرسی رو پخش کردن و در سخنان آقای مرسی اونها چون ترجمه لازم نیست و گفته میشه که ایشون اعلام کرده مشروعیتی نداره رژیم بشار اسد، ولی شما کاملا این رو رد می‌کنید. کاملا ضبط شده، مشخصه، هیچ سانسوری هم در اون چی که ما پخش کردیم مثلا وجود نداره، اصلا قابلیت سانسور نداره. وقتی که 40 شبکه بین‌المللی دارن این خبر رو دارن منتشر میکنن، اصلا امکان سانسور مگه وجود داره؟ در آن واحد چه 40 شبکه دارن پخش میکنن. آقای ترقی، همه سوال منم همینه که مردم شنیدن آقای مرسی در مورد رژیم سوریه واژه بلقمعی و فاقد شرعیه رو به کار میبره و میگه که ظالم هست و فاقد مشروعیت، ولی شما که خودتون الان نویسنده روزنامه رسالت هستین فردا چه خواهید نوشت؟ تلویزیون که سانسور کرد و با این همه نخست وزیر خود سوریه چون به حال عربی میدونست فهمید که داره علیه بشار اسد حرف میزنه جلسه رو ترک کرد. چی گفته نخست وزیر؟ دیگه این رو رویترز یا بی بی سی نداده. افراد این چیزی نیست که شما مجبور کنید 3 ساعت 4 ساعت یک فردی حتما سر جوش بشینه تکون نخوره، یا اگر تکون خورد دلیل بر مخالفت با سخنران باشه. همچی چیزی نیست که مثلا کسی اجازه نداره برای یه دستشوی رفتار الان آقای که حالا ما اینو تصور کنیم که مثلا این اگر خودش بره چرا سفیرش و بقیه افرادش اونجا نشستن؟ نه آقای ترقی، همشون جلسه رو ترک کردن. یعنی شما میگین دست جمعی رفتن دستشویی؟ نه نیست، همچی چیزی اینا همش خبر تمام خبرنگارانی که اونجا هستن گزارش دادن. خب خانم علی نژاد، وقتی که این صحبت‌ها رو میشنیدید شما خندتون گرفته بود یا گریه میکردید؟ حقیقتا خنده من الان از گریه هم غم انگیزتره. نه تنها من، همه کسانی که به این گفتگو خندیدن قطعا ته قلبشون افسوس و غبطه میخورن که ما گرفتار چنین پدیده هایی شدیم که به راحتی میتونن توی چشم های مردمشون نگاه بکنن و دروغ بگن. انکاری که دردآوره، اما خب این طنز و این خنده هم اثر درد هست. خانم علی نژاد، این فکر میکنید علت این سردرگمی، یعنی برشک به نظر میمد در این واکنش ها که شما این تنها کسی هم نیست که باش صحبت کردید، در این چند روز گذشته با چند نفر دیگه هم صحبت کردید، با آقای شجونی صحبت کرده بودید، با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اگه اشتباه نکنم آقای نقوی صحبت کردید، این فکر میکنید گونه سردرگمی وجود داشت؟ اینها نمیدونستن واقعا چه میگذره یا آگاهانه دروغ میگفتن؟ آقای دهقانپور، من به عنوان خبرنگار سعی کردم که در واقع به مقامات مسئول زنگ بزنم، گفتگوی تلفنی انجام بدم و هیچ قضاوتی نداشته باشم، و از اونجایی که در دقایق نخست گفتگوها رو شروع کرده بودم به نظر میرسه که هماهنگی نبوده و این تناقضگویی ها در واقع آشکارا نشون میداد که در یک بزنگاه‌های سیاسی اگر مصلحت ایجاب بکنه اونها به راحتی انکار میکنن و به صورت هماهنگ شده انکار میکنن. کما اینکه وقتی در همون
دقیقه اولیه‌ای که سخنان آقای مرسی پخش شده بود من خیلی عربیم خوب نبود، ولی با همین عربی ناقص خودم متوجه شدم که آقای مرسی چه گفتن. تماس گرفتم با حجت الاسلام شجونی که در برنامه‌های صدای در واقع صدا و سیمای جمهوری اسلامی خیلی چهره مطرحی هست و از ایشون به عنوان یک چهره اثرگذار و تحلیلگر جدی همیشه دعوت میکنن. طبیعتا من هم تماس گرفتم با ایشون که میدونستم روحانی هست و به زبان عربی هم مسلط هست، اما چون در همون دقایق اولیه بوده ایشون برگشت گفتش که بهتر من نشنیدم اصلا آقای مرسی گفته باشه که بشار اسد ظالم هست، و من هم در پاسخ گفتم به این دلیل که شما از صدا و سیما گوش کردین و صدا و سیما اون قسمت رو حذف کرد. شما اگر مصاحبه با آقای شجونی رو گوش بکنین با یک تعجبی میگه اه، و این اش واقعا غم انگیز بود، چون وقتی متوجه میشه که چه اتفاقی افتاد مصاحبه رو متوقف میکنه و میگه پس اجازه بدین من کبریت رو فعلا خاموش نگه بداریم تا ببینیم بزرگان چه میگن. بعدن هم ایشون ظاهرا مصاحبه با بولتن نیوز میکنه، اونجا شما رو عقده دروغگو در واقع عنوان میکنه، اسم میبره، میگه این مصاحبه کلا ساختگی بوده. خب به هر حال صدا هم قطعا به قول فروغ فرخزاد تنها صداست که میماند، قابل انکار نیست. ببینید اینها به چه روزی ما رو انداختن که به جای تحلیل سیاسی هم من هم آقای داد و خیلی ها فعلا داریم شعر میگیم از دست این مقامات مسئولمون. ولی مصاحبه ایشون بوده، صدای خود ایشون هم هست، از دیدگاه ایشون نه تنها من، همه خبرنگارانی که به هر حال واقعیت ها رو انعکاس میدن عقده‌ای و حالا منفور هستن. وارد این بحث من واقعا مایل نیستم بشم، اما وقتی با همون دقایق اولیه دوباره من با نمایندگان مجلس مصاحبه کردم و خود آقای ترقی که عضو حزب مؤتلفه هم هستن، شورای مرکزی این حزب هم هستن، چهرهای اثرگذار جریان اصولگرا هم هستن، کاملا مشهود هست که اینها رفته رفته مطلع میشن و میبینن که دیگه نمیشه انکار بکنیم. من میخوام این رو بگم که شما در واقع همین گروهی که به نظر میاد که ابتدا انکار میکردن در صحبت با شما، بعدن همینها وزیر خارجه و اینا رو در واقع میارن به مجلس برای اینکه توضیح بدن که این افتضاح ظاهرا چه بوده. همین رو میخواستم عرض بکنم خدمت شما که ما اگر به عنوان خبرنگار فقط اطلاع رسانی هم بکنیم، یعنی اون واژه عقده‌ای و دروغگو و همه اینها رو از ما حذف بکنید، ما عین صحبت‌های خود شما رو، صدای خود شما رو پخش می‌کنیم. این خود شما بودید که همدیگر رو انکار کردید. آقای نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، من هر چقدر هم به ایشون منتقد باشم، بسیار خوب صحبت کردن و دیدگاه خودشون رو گفتن. با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی هم صحبت کردم، البته چون ایشون اصرار داشتن که گفتگوشون در واقع حق نشر محفوظ باشه، من در وبسایت خودم منتشر کردم. حتما برمیگردیم برای اون مصاحبه با حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی بیشتر باهاتون صحبت می‌کنیم. خب ایشون گفتن که ایشون اصرار داشتن که صدای آمریکا و بی بی سی این گفتگو رو پخش نکنه و من هم به حقوقشون احترام گذاشتم و در وبسایت خودم منتشر کردم. اما آقای دهقان پور، می‌خواستم این رو خدمت شما عرض بکنم که این خود اصولگرایان بودن که همدیگر رو نقض کردن. آقای ترقی میگه اصلا کسی جلسه رو ترک نکرد در اعتراض به آقای مرسی و اونها رفتن. من اسخای می‌کنم، این واژه رو به کار می‌برم، میگه همه مقامات سوریه در اعتراض به سخنان آقای مرسی جلسه رو ترک نکردن، بلکه دست جمعی رفتن دستشویی از دیدگاه ایشون. ولی خود نمایندگان مجلس و الان هم میبینید که این گفتمان ها وقتی کنار همدیگه قرار میگیره منجر به عقب نشینی میشه، که آقای صالحی اعلام میکنه که مترجم باید بازخواست بشه. اما واقعیت این هست که از همون ابتدا هم شما نگاه بکنین، فقط واژه بحرین جایگزین سوریه نشده، واژه بیداری اسلامی که تکیه کلام آقای خامنه ای هست از گفتمان آقای مرسی حذف میشه و در واقع جایگزین میشه به عنوان بهار عربی، چون که آقای خامنه ای بارها و به کرات از این واژه استفاده کرده بود. شما در ترجمه های رسمی هم نمیبینید که واژه بهار عربی استفاده بشه، و این رو هم وقتی با نمایندگان شما گفتگو میکنین تاکید میکنن، میگن بله ما نقطه نظر متفاوت داریم و بهار عربی واژه غربی ها هست. بنابراین من فکر میکنم که این که الان شما همیشه در سقوطی هم در ایران اگر اتفاق میشه، سقوط هواپیما، خلبانی که مرده مقصر هست، الان هم این کاملا واضح هست که با اطلاع قبلی بوده، چون آقای مرسی قبل از اینکه به ایران سفر بکنه گفته بود که بشار اسد باید برود. یعنی تمام دنیا میدونستن که آقای مرسی چه میخواد توی ایران بگه و هیچ کسی شگفت زده و تعجب کرد به جز خود مقامات جمهوری اسلامی که در صدد انکار بر اومدن. بنابراین من فکر میکنم عقب نشینی آقای صالحی هم به همین دلیل بوده که قطعا نمیتونستن سانسور و انکار رو ادامه بدن. آقای طاهری، مقامات ایران با این مطالبی که خودتونم تو این روزا به دقت دنبال میکردید، به نظر شما مقامات ایران دچار توهم هستند در مورد روابط با حالا مصر، به ویژه الان داریم صحبت میکنیم و بحثایی که مطرح میکنن اثرگیری عادی سازی روابط دو کشور، یا اینکه به قول یک از دوستان عربی بلد نیستن؟
بعضی هاشون عربی بلدن، فقط میدین گرفتاری رهبران جمهوری اسلامی اینه که خودشون رو گرفتار یک افسانه‌ای کردن یا به قول آقای داد گفتمانی کردن که مثل زنجیر پاهاشون رو بسته نمیتونن ازش بیان بیرون. خب مسلمن میدونن که آقای مرسی چی گفته، مسلمن میدونن که مرسی در سخنرانیش گفت که قیام اعراب در این یکی دو سال اخیر برای دموکراسی الدموکراتیه و عزه بوده نه برای اسلام. یک کلمه آقای مرسی نگفت که این قیام برای اسلام بوده، صحبتی از صحوت الاسلامی یا بیداری اسلامی نکرد. ولی آقای خامنه‌ای و رفقای ایشون اصرار دارند که بگن این قیام ها به خاطر افکار مرحوم خمینی بوده و همه میخوان انقلاب ایران رو تقلید بکنند و بیداری اسلامیه. حتی یک سازمانی هم آقای خامنه‌ای و دوستانش در تهران درست کردن، یه دبیرکلی هم براش گذاشتن به اسم بیداری اسلامی. اینا همه افسانه پردازی است. اینا متوجه نیستند که وضعی که در خاورمیانه داره به وجود میاد بسیار برای ایران خطرناکه، چون تا به حال ایران و مصر به عنوان دو کشور با هم اختلافاتی داشتند. آقای حسنی مبارک به مراتب برای ایران کمتر خطرناک بود تا آقای مرسی. الان یک زاویه جدید اضافه شده و اون زاویه دکترینال شیعه سنی هست که بسیار واقعا خطرناک است برای تمام منطقه. منتها رهبران جمهوری اسلامی، البته میدونی اینا تنها نیستن در تاریخ ایران، رهبران یک دنده و لجوج دیگه هم دیدیم که حاضر بودن که همه چیزو خراب کنن، حتی خودشون رو هم خراب بکنن، برای اینکه حاضر نیستند قبول بکنن که میشه در بعض موارد کوتاه اومد، میشه در بعض موارد سازش کرد. این برای ایران واقعا راه درستی نیست. ایران صدمه بسیار خواهد دید. الان در حالت انزوا قرار گرفته، تمام همسایه های ما با ما بدن میدونی، و این اولین باری است در تاریخ معاصر ایران که این اتفاق داره میفته. و بسیاری از کشورهای اسلامی ما اصلا رابطه دیپلماتیک نداریم، یعنی سفارتامون رو بستن میدونی. و این تصور که جهان اسلام آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر خودش قبول کرده و آقای بان کی‌مون به آقای خامنه ای گفته شما رهبر اسلام هستین، واقعا آدم نمیدونه که قصه بخوره یا خندش بگیره. نمیشه یک کشور بزرگی مثل ایران رو با این حرفای کودکانه، با این بازیهای ساده لوحانه و ابلهانه که خودشون هم میدونن اداره کرد. آقای طاهری، این بحثی رو بعضی از روزنامه‌نگاران و مقامات در ایران مطرح کردن که آقای محمد مرسی نمیفهمه که در سوریه چه میگذره. شما چنین برداشتی دارید؟ چطور نمیفهمه؟ آقای مرسی جزو یک جنبشی است به اسم اخوان المسلمین. نیروی اصلی مخالف آقای بشار الاسد اخوان المسلمین هست. دولتی که در ترکیه سر کار است یک شعبه از اخوان المسلمین است. میدونی اینا همه سالهای سال هست که جنبش اخوان المسلمین مصر برای سرنگونی رژیم اسد پدر و پسر فعالیت کرده. چطور آقای مرسی نمیدونه که در سوریه چه میگذره؟ خیلی خوب میدونه، از نظر سخنرانیش هم در تهران که این دوستان خانم علی نژاد گفتن همچه چیزهایی نگفته. نه من تکذیب میکنم، دوستان من نیستن. دوستان یا دشمنان شما. خیلی ساده میشه رفت روی جایگاه اینترنتی آقای مرسی، متن کامل سخنرانیش در اونجا هست و اون روحانیون ایرانی که عربی بلدن میتونن برن بخونن و ببینن که ایشون چی گفته. به نظر من واقعا تصور این که آقای مرسی نمیدونسته چی گفته یکی دیگه از حرفای بچگونه است. مصر دارای یک دیپلماسی قوی است. سخنرانی آقای مرسی بدون تردید عده زیادی روش کار کردن. اینطوری نیست که یهو مثل آقای خامنه ای ظاهر بشه و یه چیزایی بگه که بقیه رهبران رژیم هم نمیدونن که این چیزا چی است. در مصر همچه اتفاقی نمیفته. رئیس جمهوری نمیتونه بیاد و بدون اینکه مطلع باشه از اوضاع احوال جهان و منطقه اظهار نظری بکنه که مصر رو در یک مسیر سیاسی خاص قرار بده. آقای طاهری کوتاه بفرمایید که این سوال رو در فیسبوک افق هم مطرح کرده بودن بعضی از کاربران که آیا موضع مصر در قبال ایران با موضع آقای مرسی به نظر شما یکیه یا تفاوتی میبینید بین اون چیزی که شخصا ایشون فکر میکنه و اون چیزی که اساسا حاکمیت در مصر بهش نگاه میکنه؟
به هر حال میدونین مرسی الان رئیس جمهوری مصر است. من نمیدونم که چقدر رئیس جمهوری مصر خواهد موند یا نه، ولی به هر حال رئیس جمهوری مصر است و نماینده مصر است. به طور کلی میشه گفت که در این 30 سال گذشته نظر مصر به عنوان یک ملت کشور نسبت به جمهوری اسلامی نظر خوبی نبوده. قبلا میدونی مصری ها خیلی ایرانی ها رو دوست داشتن پیش از انقلاب اسلامی در ایران، و من هر وقت به مصر میرفتم اینو شخصا شاهد بودم. ولی در این 30 سال اخیر به خاطر افراطی‌گرایی آقای خمینی و جانشینانش، حرفای چرندی که زدن در زمینهای مختلف، ماجراجوهایی که کردن اینا، میدونی مصری ها مردم بسیار معتدل و محتاطی هستن. تعجب میکنن که چطور ممکنه که یک کشور بزرگی مثل ایران اقدامات جنون‌آمیزی بکنه که آقای خمینی و جانشینانش انجام دادن. در این مدت نظر مصر نسبت به ایران عوض شده، نسبت به جمهوری اسلامی به خصوص عوض شده. انتظار این بود که با روی کار آمدن آقای مرسی این نظر یک کمی تعدیل بشه. متاسفانه این اتفاق نیفتاده و دلیلش یک مقداری ندانم کاری های جمهوری اسلامی است که سعی کرد بگه که انقلاب مصر رو ما کردیم، انقلاب مصر مال ماست. خب معلومه که آقای مرسی و رفقاش که سالها در زندان بودن، شکنجه شدن، زحمت کشیدن، جون کندن تا حالا به قدرت رسیدن، نمیان بگن که بله این آقای خمینی، آقای خامنه ای بود که ما رو به آزادی رسوند. میدونی این ندانم کاری ها باعث شده که یک فرصت کوچیکی که به وجود اومده بود برای بهبود مناسبات مصر و ایران، این فرصت متاسفانه ضایع بشه. آقای داد، دو نکته هستش. من دوست دارم به اون مقاله دیگرتون هم یه گریز بیشتری بزنم، اونجا که صحبت از این میکنید که ایران به دنبال مصادره قطعنامه پایانی اجلاس تهران بوده. به نظر شما آیا چیزی اساساً از ایران گرفت در این قطعنامه پایانی؟ بالاخره اونها بر سر آژانس به نظر میومد که سعی کردن که یک اتفاق نظری رو نشان بدن که آژانس به قول خودشون استقلال عمل خودش رو حفظ بکنه در قبال ایران و سیاسی برخورد نکنه. آیا به نظر شما اساساً چیزی عاید ایران شد از بابت این قطعنامه پایانی؟ به نظر من تمام مهمانی بعد از رفتن آقای محمد مرسی از سالن اجلاس به هم خورد. یعنی آقای محمد مرسی در اولین سخنرانی بعد از رهبر ایران تمام اجلاس و نقشه های جمهوری اسلامی رو که میلیاردها تومان خرجش کرده بود به هم زد و تهران رو ترک کرد. به همین خاطر الان می شود گفت که آقای محمد مرسی چهره مقبول دنیاست برای تغییرات اساسی در خاورمیانه، به خاطر اینکه نشون داد اقتدارش رو به عنوان یک رهبری که هم زبان و گفتمان اسلامی رو می شناسه و هم با قواعد دموکراسی و دنیای نوین و حاکمیت مردم آشنایی داره. این فرد به ابزاری به نام دیپلماسی هم مسلط هست، برنامه‌ریزی کرده چند ساعت در تهران باشه، ملاقات نکنه، عکس یادگاری نگیره، سخنرانیش رو چنان برگزار کنه و در واقع با بیان سخنرانیش این فرصت رو هم به جهان داد که صداقت یا عدم صداقت ایران رو هم محک بزنن. شما ترجمه تحریف شده سخنان آقای مرسی به نظر من بزرگترین رسوایی این اجلاس بود که تمام بعد اجلاس رو در واقع تحت شعاع خودش قرار داد. نه خیر، نتونست اجلاس تهران به اهدافی که در قطعنامه پیش بینی کرده بود خوشبختانه دست پیدا بکنه. به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال مصادره انقلاب مصر بود در این اجلاس. اینکه آقای محمد مرسی بیاد احتمالاً در یک سخنرانی ملو و آرام صحبت‌هایی بکنه و بعد یک دیداری با رهبر انقلاب داشته باشه و طبق معمول گفته بشه که رهبر انقلاب ایشون رو مورد رهنمود قرار دادند و فلان و اینها، و بعد انقلاب مصر رو در واقع به عنوان کانون بیداری اسلامی اینجوری که بیان میکنن در تبلیغاتشون مصادره بکنن. اون چه که اتفاق افتاد برعکس این بود، یعنی آقای محمد مرسی با خوشمندی تونست اجلاس تهران رو مصادره بکنه و اومد در اجلاس تهران چند گفتمان رو گذاشت. اولا گفتمان
حاکمیت رأی مردم و نظر مردم رو با علم کردن ماجرای سوریه به عنوان مهمترین موضوع جهان امروز اثبات کرد و مطرح کرد. دومین چیزی که برای اولین بار اتفاق افتاد و بسیار قابل تقدیره در کشوری که اکثریت شیعه داره اما اقلیت پرتعداد اهل سنت هم هستند، ما حتی یک مسجد در تهران نداریم، آقای محمد مرسی برای اولین بار در این اجلاس اومد کاری رو کرد که باید میکرد به عنوان یک مسلمان اهل سنت، از خلفای اهل سنت اسم برد، همون کاری که اگر جمهوری اسلامی بهش ایراد میگیره باید ایراد رو متوجه خود جمهوری اسلامی کرد که در سازمان ملل آقای احمدی نژاد گفتمان مهدویت رو مطرح میکنه. به همین خاطر نمیشه ایرادی گرفت به آقای محمد مرسی به این دلایل. آقای محمد مرسی پلیتیک زد به قول امروزی ها و جوانترها و اون چه رو که انتظار میرفت که جمهوری اسلامی مرسی و انقلاب مصر رو مصادره بکنه به جنگ مغلوبه بدل شد و به نظرم که تمام ضیافتی که آقایون میلیاردها خرجش کرده بودند، زلزله ناراحت کننده اهر و برزغان رو نادیده گرفتند و سریع سعی کردند که اون زلزله رو از صدر خبرها بیرون بکنند، تهران رو تعطیل کردند و میلیاردها خرج کردند که حالا آروم آروم این اسنادش و اینهاش بیرون خواهد اومد. تمام این کارها دستاوردی میتونست داشته باشه که در پایان اجلاس مثلا اینها بیان بکنند که دنیا مثلا با انرژی هسته‌ای ما موافقه یا مثلا به رژیم بشار اسد این 120 کشور انتقاد جدی نداشتن. آقای محمد مرسی دقیقا آمد نقطه حساس، جای مناسب، کار مناسب و گل رو زد و به نظرم بازی از همون موقع تمام شد و رفت. بله آقای داد، اگه میشه کوتاه بفرمایید که از کاربران توی فیسبوک پرسیده که اسم احمد قیصر کماکان بر روی خیابان وزراست اگه اشتباه نکنم و گفته که مشترکات اخوان المسلمین با جمهوری اسلامی احمد قصیر روز میخوام و مشترکات جمهوری اسلامی رو با در واقع اخوان المسلمین رو این پرسش رو مطرح کرده که به نظر شما چقدر این دو جریان، این دو نگاه نقاط مشترک دارن فارغ از این تنش‌های سیاسی که الان ازش صحبت کردیم؟ بله این دو نگاه وجود داره، منتها نگاه کهن و سنتی هر دو گروه سیاسی اخوان المسلمین و انقلابیون مذهبی در ایران است. همون اتفاقی که بر سر انقلابیون مذهبی 57 آمده، الان اکثرشون یا در زندانن یا در خارج از کشورن یا در حصر خانگی و حبس هستن، به نوعی در ساختار اخوان المسلمین هم تغییرات جدید بسیاری اتفاق افتاده. گروه های نوگرا در اونجا هم به اصطلاح به سر کار اومدن، البته اونها جهت حرکتشون مثبت بوده، اخوان المسلمین به نظر من به سمت دموکراسی و بروز شدن و جهت حرکتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد رشد منفی داشته، یعنی عقبگرد داشتیم. یک سمبول هایی به عنوان به اصطلاح نزدیکی دو ملت برای حرکت های انقلابی مثل همین خیابان احمد قصیر وجود داره یا خالد استانبولی که به هر حال اینها مشکلی ایجاد نمی کنه. مشکل اصلی این است که ساختار فعلی حکومت مصر و نه فقط آقای مرسی، ساختار حکومت مصر بنا داره به برادر بزرگتر اعراب و کشورهای مسلمان تبدیل بشه. مصر الان نسخه اسرائیل و فلسطین رو در جیبش داره و میخواد بازیگری ایران رو از این عرصه هم به اصطلاح حذف بکنه و به نظر من خواهد توانست که در اون مورد هم کار بزرگی رو انجام بده. به همین خاطر ایران بعید نیست که اولا در صدد تخریب انقلاب مصر بر بیاد و جهتش رو بر علیه اون چه که تا حالا تبلیغ میکرد برای انقلاب مصر تبدیل کنه به تخریب، و دومی که کارشکنی هایی که امیدوارم این اتفاق نیفته اما از ایرانی که در عراق و افغانستان و جاهای دیگه اقدامات نامتعارف میکنه بعید نیست که در مصر هم دست به اقداماتی بزنه که نهایتاً به ضرر ملت ایران خواهد بود. حالا باید دید که در آینده ایرانی که در زمین دیپلماسی موفقیتی نداشت با ابزارهای
غیر متعارف خودش چه خواهد کرد با آقای مرسی که رهبر ایران و نظام ایران رو به شدت آزرده کرد. بعد از زبان مشاورین صحبت‌های تندی علیه خود شخص آقای مرسی شنیده شده، مشاورین در ایران، حالا مشاورین مجلس، نمایندگان مجلس و رؤسای مجلس. خانم علی نژاد، این مصاحبه که یک گریز کوتاه بهش زدیم با حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتید، ایشون اونجا ظاهرا به شما پاسخ میده در واقع علت عدم ملاقات آقای مرسی با رهبرشون واکنشش چه هست در اون مصاحبه؟ خب ببینید، اولا که خب همونطور که آقای داد و آقای طاهری خیلی به زیبایی مطرح کردن که خیلی تلاش کرد جمهوری اسلامی که بگه انقلابی که در مصر بوده دنباله انقلاب، در واقع حالا بحث مصادره انقلاب مصر رو مطرح کردن. من میخوام بگم این مصادره نبوده، همون شعاری بوده که خب آیت الله خمینی گفته بود که میخوان انقلاب رو صادر بکنن و دیدن این اتفاق نیفتاده. همه تلاش‌های مصر رو حالا می‌خواستن در واقع همون مصادره انقلاب اسلامی تلقی بکنن، ولی وقتی این پرسش رو مطرح می‌کنی به نمایندگان مجلس که خب اگر واقعا این انقلاب صدور شده و حالا هم بیداری اسلامی در مصر رخ داده، شمایی که من سوالم رو اینطوری مطرح کرده بودم که آقای خامنه ای خودشون رهبر مسلمین جهان میدونن، از یک طرف هم آقای مرسی در اجلاس هم هیچ یادی از آیت الله خمینی نکرده، دیداری هم که با آقای خامنه ای نداشته، پس چطور شما کماکان اصرار دارین که این بیداری اسلامی در مصر هست و همچنان هم اصرار دارید که در سوریه هم قیام نیست، برای دموکراسی نیست و دنبال بیداری اسلامی هستن و امتداد اون بیداری اسلامی تلقی میکنین؟ جواب اینها هست که در واقع آقای مرسی وقت نداشت و سفرش کوتاه بود و من همه واقعا شگفتی هم از این هست که چطور ما میتونیم بگیم رهبر مسلمین جهان آقای خامنه ای هست اما آقای مرسی وقت نداره رهبر مسلمین جهان رو ببینه. یعنی حتی این که در پروتکل هست انتقال نشست اجلاس غیر متعهدها از مصر به ایران در واقع یک امتیاز محسوب نمیشه، در راستای وظیفه‌شون آقای مرسی اومده، تمام تلاش و تبلیغات در این راستا صورت گرفت که این در واقع به عنوان یک امتیاز برای جمهوری اسلامی مطرح بشه، در حالی که اصلا جزء روند طبیعیش بوده. و الان که این پرسش ساده رو مطرح میکنیم که چطور آقای مرسی درخواست دیدار با رهبر مسلمین جهان نداده، چطور از آیت الله خمینی هیچ اسمی نیاورده و چطور در قلب تهران، جایی که سنی ها نمیتونن مسجد داشته باشن، جایی که عید فطر همین امسال اجازه ندادن که سنی ها نماز عید فطر خودشون رو برگزار بکنن، چنین موضوع گیری آقای مرسی کرد و شما کماکان اصرار دارید که بیداری اسلامی تلقی بکنین، تسلیم نمیشن. بنابراین اونها، تاکید میکنم آقای طاهری چون گفتن، اونها دوستان ما نیستن، وقتی به راحتی توی چشمای ما نگاه میکنن و حقیقت رو انکار میکنن و من مطمئنم که خطری که در آینده مردم کشور رو تهدید میکنه، تک تک اینهایی که این کار میکنن باید پاسخگو باشن. خانم علی نژاد، پاسخ ایشون در مورد تحریف سخنان آقای مرسی هم همین بحث وقت بود، نبود وقت در مورد تحریف آقای مرسی؟ نه، من با هر کدومیشون که مصاحبه کردم انکار کردن، دیوار حاشا بلند بود، بجز نمایندگان مجلس که طبیعتاً همون قصور رو انداختن گردن مترجم و البته یکی از نمایندگان هم گفته بود که این مترجم از جای دیگری استخدام شده بود و خب طبیعتاً همین شبهه برانگیز هست. شما یعنی مطلع شدید که این مترجمی میداشت. که گفتن توبیخ شده، آیا اسمش مشخص شده؟ جای شما شنیدید چنین چیزی رو؟ قطعاً شما نخواهید مقصر رو پیدا بکنید، چون مترجم نمیتونه بیداری اسلامی ترجمه بکنه بهار عربی رو. اگر حتی ما بپذیریم، یعنی اینقدر ما نادان باشیم که انکار اونها رو بپذیریم که مقامات سوری به خاطر دستشویی ترک کردن، بپذیریم که سوریه رو نگفتن و بحرین رو گفتن، ولی بیداری اسلامی تأکید و تکیه کلام در واقع کلید واژه آقای خامنه ای هست برای مصادره انقلاب مصر، نمیشه بگیم که مترجم اشتباه کرده و باهاش برخورد میشه. هرگز با مترجم صورت نمیگیره، مگر اینکه دوباره یک آدم بیگناه دیگه ای رو بخوان سربردار بکنن. خب آقای طاهری، تلاش زیادی کردم توی خودتون میدونید، به عربستان رفتن قبل از اجلاس تهران برای اینکه راضی بکنن آقای محمد مرسی رو که به تهران بیاد برای اجلاس غیر متعهدها. به نظر شما آیا شرایط ممکنه مثلا الان اتفاقی که در مورد سوریه داره میفته، همین امروز قرار این جلسه برگزار بشه، آیا سوریه ممکنه امکان رو فراهم بکنه که ایران و مصر حالا ناخواسته حتی به هم نزدیک بشن برای اینکه بتونن مشکل در سوریه رو حل بکنن؟ بله، ببین، اگر ایران در سیاست خارجیش تغییراتی انجام بده، از جمله در مورد سوریه، از جمله در مورد بحرین، از جمله در مورد عراق، احتمال اینکه
نه تنها مصر بلکه دیگر کشورهای عربی نظرشون نسبت به جمهوری اسلامی تعدیل بشه وجود داره. ولی در حال حاضر کشورهای عرب فکر میکنن که جمهوری اسلامی میخواد یک امپراتوری درست کنه به اسم تشیع و با علم کردن موضوع فلسطین و از این حرفا توده های عرب رو خام بکنه که فراموش کنین که ما شیعه هستیم و رهبری آقای خامنه ای و رفقاش رو بپذیرین و این یک تهدیدی است برای امنیت به اصطلاح جهان عرب. کشورهای عرب بسیار ناراحتن از اینکه جمهوری اسلامی در واقع جنگ فرقه‌ای رو در عراق تشویق میکنه، بسیار ناراحتن از اینکه در لبنان دخالت کرده و با مسلح کردن حزب الله عملا دولت لبنان رو گروگان گرفته، یعنی در امور کشورهای عربی دخالت میکنه. اگر نکنه و عقب نشینی بکنه از این مواضع، بدون تردید کشورهای مثل مصر مثلا دلیل خاصی برای دشمنی با حتی با جمهوری اسلامی نخواهند داشت. ولی متاسفانه میدونین جمهوری اسلامی خودش رو در یک وضعی قرار داده که احتمال مانور دادن رو برای خودش محدود کرده، یعنی نمیتونه مانورهایی رو بده و تغییراتی رو بپذیره و سازشایی رو بکنه که هر دولت عاقل و بالغ و جایز و تصرف و مختاری انجام میده در چنین شرایطی. بنابراین من در آینده نزدیک به هیچ وجه نمی‌بینم که جمهوری اسلامی بتونه واقعا موقعیت انزوای کنونیش رو در منطقه عوض بکنه و به همین جهت بسیار نگران وقایعی هستم که ممکنه در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهدش باشیم. حالا تایری وقت اندکی داریم، یه پرسش این که همونطور که شنیدید آقای مرسی دفترشون اعلام کرده که ایشون در مهر ماه میاد به اواخر شهریور مهر ماه میاد برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و به فاصله چند ماه بعدش در دی ماه دوباره میاد واشنگتن برای دعوتی که دولت آمریکا از او کرده. آیا آقای مرسی داره پیامی میفرسته به کشورهای منطقه یا ایران در مورد ارتباط و نزدیکیش با آمریکا؟ بدون تردید پیام میفرسته، ولی در این حال این سفر سفر طبیعی هم از این رئیس جمهوری جدید مصر است، اولین رئیس جمهوری مصر است که با در یک انتخابات آزاد انتخاب شده و در واقع یکی از معدود رهبران کشورهای خاورمیانه است که در انتخابات پیروز شدن. بقیه همه یا انتخابات تقلبیه یا کشورهای استبدادی هستند. بنابراین میخواد که خودش رو در مجمع عمومی نشون بده، ولی در این حال چون مجمع عمومی سازمان ملل اندکی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ میده، آقای مرسی نمیخواد که این سفرش یه جور وانمود بشه که میخواد به آقای اوباما کمک بکنه. بنابراین دیدارش با آقای اوباما بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد بود در واشنگتن و طبیعی است که ایالات متحده میدونین که در نزدیک به 3 میلیارد دلار در سال به مصر کمک میکنه، بسیاری از نظامیان مصر رو تعلیم میده، منبع اصلی سلاح هست برای ارتش مصر و مصر میدونین یک توافق خاصی با پیمان اتلانتیک شمالی داره همراه با چند کشور دیگه عرب. بنابراین همه این مسائل باعث میشن که روابط ایالات متحده و مصر یک روابط بسیار با اهمیتی باشه و طبیعی است که رئیس جمهوری مصر میخواد درباره ادامه این روابط یا توسعهشون یا تغییر شکل دادنشون با رهبران آمریکا صحبت بکنه. بسیار خوب آقای داد، وقت خیلی کوتاهی داریم، یک دقیقه اگه میشه این پرسش رو در واقع پاسخ بدید. آقای پاشمی گفته بود که این مخالفتایی که مطرح شده از سوی آقای مرسی نشانه صدر جمهوری اسلامی تحمل شنیدن نظر مخالف داره. فکر میکنید که چرا حتی حرف ایشون رو کیهان سانسور میکنه، نمیذارن این بخش از صحبت منعکس بشه؟ چه مشکلی هست که بگیم که ما مخالفین هم بیان حرف بزنن در داخل ایران؟ به خاطر اینکه کیهان متاسفانه تو بعضی از زمینه‌ها ناچار راست عمل میکنه و درست عمل میکنه، اون چی که باید رو طبق عادتش عمل میکنه. به هر حال اون حرف آقای هاشمی رفسنجانی به نظرم حرف بسیار بی ربطیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه سعی صدر نداشتید میخواستید آقای مرسی رو به خاطر این حرفاش مثلا در تهران دستگیر کنید یا آقای بانکیمون رو بندازید زندان؟
یعنی چی سه صدر داشتیم؟ شما اجلاس برگزار میکنید، نمای دیگرانی که نمیان و حرف نمیزنند آدمهای برد صفتی هستند، نه آقای مرسی یا آقای بانکیمون که میان و شما رو به چالش میکشند. بله. یه نکته پایانی اشاره بکنم که آقای هاشمی رفسنجانی که تو این مدت خواص بی‌بصیرت بود و اینها، سایبان آقای خامنه ای بود، به دلیل اینکه آقای خامنه ای در سطح جهان توی به اصطلاح مسائل دیپلماسی نامی نداره و آقای خامنه ای با زیر سایه آقای هاشمی وارد سالن اجلاس شد و ممنون آقای دکتر، زیر سایه تاج بخش خودش آقای هاشمی است. سپاسگزارم از همه شما. تا افق سه‌شنبه. بفرمایید اینجا حرفاتون رو تحریف کنید. مرسی. مگه ندیدید با مدودوف چطور حرف زدم؟ من نیازی به مترجم ندارم. مرسی. آقا انقدر خوب دفاع کردید که هدفون رو گذاشتم کنار. مرسی. گندش در اومده، بنگیمون داره ترجمه رو مطابقت میده. چی چی و مرسی. جلوی وزیر خارجه عرب زبان ما کسی جرئت نمیکنه یک کلمه رو این برون بر کنه. مرسی. مرسی میپرسه چطوری انقدر اختلاس میکنید که آب از آب تکون نمیخوره. مرسی. مرسی.